پیام مریم رجوی به مناسبت قیام اول اسفند. خامنه ای باید برود. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بر پایه قیام روز اول اسفند در تهران، شیراز، سنندج، مهاباد، مریوان، همدان، تبریز، رشت، زاهدان، کرمان، مشهد، نجف آباد و اصفهان را به مردم ایران تهنیت گفت و تأکید کرد که عزم استوار و رشادت و رزم‌آوری به پا خواستگان در این قیام خشم فشرده تمام ملت ایران را ابراز کرد که یک صدا می گویند خامنه ای باید برود. خانم مریم رجوی با درود به جوانان دلیر و اشرف نشان که روز یک شنبه رو در روی گله های لجام گسیخته دشخیمان لباس شخصی و پاسدار و بسیجی با شعار مرگ بر خامنه ای تظاهرات می کردند افسود، پر اهمیت ترین وجه قیام اول اسفند دلاوری جوانان بیباک بود که با پاسداران چنگ در چنگ شدند و در برخی نقاط در حال نبرد تن به تن با آنها بودند. این نشانه قاطعی است از این واقعیت که نسلی که با در پیش گرفتن راه و رسم اشرف، یعنی نبرد برای سرنگونی ولایت فقیه به میدان آمده، دیگر به خانه ها باز نمی گردد. به خصوص که آثار قیام های سال گذشته از جمله شکستن طلسم ولایت پا بر جاست. به علاوه امروز موج تغییر و انقلاب سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا را فرا گرفته است و دوران نوعی در سرنوشت مردم تمام این منطقه آغاز شده است. خانم رجوی در این پیام همچنین به هموطنان کرد که در بسیاری شهرهای کردستان ایران به اعتصاب دست زدن درود فرستاد و از پایداری آنان در برابر رژیم ولایت فقیه تجلیل کرد. وی ماموران نیروی انتظامی و کسانی را که تا امروز تحت استخدام قوای سرکوبگر بودند فرا خواند که بیش از این در لجنزار رژیم آخوندی غوطه نخورند و بیش از این در خونریزی و فساد این رژیم شریک نشوند و به جای گره زدن سرنوشت خود به سرنوشت رژیمی که هیچ آینده‌ای ندارد به جبهه مردم ایران پناه بیاورند. خانم مریم رجوی گفت رژیم ولایت فقیه که با بسیج تمام عیار سیاسی، تبلیغاتی و سرکوبگرانه یک سال گذشته نتوانست از فوران دوباره قیام ها جلوگیری کند، در برابر اراده آزادی ستان مردم ایران نخواهد پایید. فداکاری دختران و پسران دلیری که در این قیام ها در مصاف با پاسداران به شهادت رسیده یا مجروح و دستگیر شدند و مقاومت زندانیان سیاسی قهرمان ما انقراض حکومت آخوندها را گواهی می کند. همگان را به استمرار خیزش و قیام فرا می خوانم. مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! Oh!
تزار. خیزش روز گذشته مردم ایران علیه فاشیسم ولایت فقیه همچنان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی است. تلویزیون رویتر صحنه‌هایی از تظاهرات روز یکشنبه در تهران بر روی اینترنت گذاشته شده است. در این تظاهرات مردم خطاب به خامنه‌ای شعار می‌دهند: مبارک بن علی، نوبت سید علی. طبق گزارشات رسیده، تجمعات زیادی در نقاط مختلف تهران صورت گرفته است. تلویزیون اورونیوز مخالفان رژیم ایران بار دیگر به خیابان‌ها بازگشتند. در تهران نیروهای انتظامی به تظاهرکنندگان تیراندازی کردند. شهرهای سنندج، زاهدان، رشت، مریوان، مهاباد، شیراز، اصفهان و تهران روز یکشنبه شاهد تظاهرات بودند. تظاهرات در برخی نقاط به خشونت کشیده شد و پلیس با گاز اشک‌آور و باتون با معترضان برخورد کرد. Iranian authorities are said to have taken drastic steps to prevent anti-government protesters from rallying. This amateur video shows scenes from the southern city of Shiraz. Images replicated across the country according to leading opposition websites. Thousands of police and militiamen have been deployed on the streets of the capital Tehran and other cities to enforce a ban on mass gatherings. The semi-official Fars news agency, however, reports that Tehran is completely calm and under the control of the forces of law and order. In an effort to avoid a repeat of the mass rallies that erupted after the 2009 presidential poll, the government warned on Saturday that any illegal gatherings would be confronted. Two people were killed and dozens arrested on Monday when opposition supporters took to the streets. An eyewitness in Iran contacted Euronews to say security in Tehran is now extremely tight. There are so many police and Revolutionary Guard members around, it's impossible for two people to... تلویزیون الجزیره بخش انگلیسی: در ایران تظاهراتی برگزار شد و چند ساعت صدای درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی شنیده می شود. در گزارش های اینترنتی آمده است جانیان رژیم مردم را در میدان ونک با باتون می زنند ولی مردم فرار نمی کنند و در مقابل آنها می ایستند. تظاهرکنندگان در محوطه بیرونی تلویزیون دولتی جمع شدند. برای متفرق کردن مردم در میدان ولیعصر تیراندازی هوایی صورت گرفت و این ویدئو بر روی اینترنت دیده می شود که مربوط به روز یکشنبه است و جمعیت می گوید مرگ بر دیکتاتور.
And in Iran, rallies have been stopped, yet some are determined to bring about change. In the last few hours, we're hearing of clashes that have broken out between protesters and security forces. Port Kazar has this: regime thugs beating people in Vanak Square with truncheons, but people not running away, fighting back. And stop Emedi with the movements of the protesters. Protesters gathering outside Jame Jum's office, that's the TV network there. And from outside of Iran, this report: shots fired into the air to disperse crowds in and around Valiasar Square, Tehran. And on the subject of those demonstrations, this video has just dropped on YouTube. It's from Tehran on Sunday, and they chant death to the dictator. تلویزیون دویچه وله آلمان: ایران شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. دولت‌های اروپایی حکومت ایران را به احترام به آزادی بیان، حق تظاهرات آزاد و عدم به کارگیری زور در برابر مردم فرا خواندند. شهدت ايران ايضا احتجاجات مناهضه للحكومه سقط فيها عدد من القتلى، وطالب الاتحاد الاوروبي السلطات الايرانيه باحترام حريه التعبير عن راي وحق التظاهر وعدم استخدام القوه. شبكه جهانيه بي بي سي: نیروهای امنیتی رژیم ایران در تلاش برای مقابله با تظاهرات ضد دولتی در خیابانها مستقر شدند. فیلم های آماتوری کوتاهی از شیراز دریافت شده، ولی وبسایت مخالفان اعلام کرده که تظاهر کنندگان در چندین شهر دیگر از جمله در تهران تجمع کردند. حضور خیلی گسترده ای از نیروهای امنیتی در تهران وجود داشت. به ما گفته شد که به خاطر نگرانی زیادی که مقامات از اینکه چه اتفاقی ممکن است بیفتد، حتی پلیس های راهنمایی رانندگی با پلیس ضد شورش جایگزین شدند. ما گزارشاتی از چندین تجمع داشتیم. ما یک گزارش از شلیک گاز اشک‌آور توسط مقامات داشتیم. We have some amateur footage which has been posted from Shiraz, but opposition websites say protesters have also gathered in several other cities, including the capital Tehran. We know that there is this huge security presence in Tehran. We're told that even traffic police have been replaced by riot police. So worried are the authorities about what may happen, because of course the opposition had said that the 20th of February, today, was the day that they were going to hold a second day of protests. It's been very difficult to get reliable information about how many protests have gone ahead, about how many protesters may have been involved, but we've been getting reports of several gatherings. We don't know how many people. We've had one report of tear gas being used by the authorities. درگیری های خشونت آمیز به گزارش اسکای نیوز سراسر خاورمیانه را در بر می‌گیرد. گزارش ها از تهران هاکی است که نیروی انتظامی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده می‌کند. شاهدان می‌گویند با آمدن مردم به خیابان ها در میدان ولیعصر و محوطه بیرونی ایستگاه تلویزیونی نیروهای دولتی، نیروها از گاز اشک‌آور استفاده کردند. صدای آژیر آمبولانس ها شنیده می شود. شاهدان در توییتر می گویند که نیروهای امنیتی با سلاح و باتون و موتورسیکلت به مردم حمله می کنند و تعدادی را زخمی و دستگیر کردند. گزارش های دیگر حاکی است که تظاهرات به شهرهای اصفهان و مهاباد گسترش یافته است. نیویورک تایمز: معترضان ضد حکومتی در نواحی مختلف ایران روز یکشنبه دست به تظاهرات زدند. معترضان بیشتر در تهران متمرکز بودند.
حضور نیروهای امنیتی در پایتخت افزایش پیدا کرده و چشمگیر بود. پلیس با دستگیری‌ها و شلیک گاز اشک‌آور تلاش می‌کرد مانع بالا گرفتن شورش‌ها شود. گزارش‌هایی از شلیک ماموران پلیس به سمت جمعیت وجود داشت، گرچه این گزارش‌ها قابل تایید نبودند، زیرا اکثر خبرنگاران خارجی مجاز به ارائه گزارش از ایران نمی‌باشند. نیویورک تایمز افزود وبسایت‌های اپوزیسیون و شاهدان گفتند آمبولانس ها به سمت تجمعات رانده می شدند و نیروهای امنیتی از جمله یکانهای ضد شورش موتورسوار در چندین مکان از جمله میدان ولیعصر و میدان ونک برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده می کردند. یکی از شاهدان گفت به رغم بارش ثابت باران جمعیت زیادی به طور متناوب در خیابانها و میدانها در سراسر تهران تجمع کردند. نیویورک تایمز خاطرنشان ساخت اعتراضها و سرکوب شدید امنیتی به تهران محدود نبود، بلکه در سایر شهرهای بزرگ از جمله مشهد، شیراز، اصفهان، رشت و تبریز صورت گرفت. شاهدان همچنین اعتراضهایی را در مریوان گزارش کردند. بنابر این گزارش، مغازه‌ها در مهاباد و سنندج نیز تعطیل بودند. وال استریت ژورنال برای دومین بار طی یک هفته روز یک شنبه ده ها هزار نفر که خواهان پایان دادن به حاکمیت رژیم ایران هستند به خیابان‌ها در سراسر کشور آمدند. معترضان همچنان روی رهبر رژیم متمرکز بودند و فریاد می‌زدند فصل قیام است و این پایان خامنه‌ای است. یکی از شاهدین گفت این خشونت‌آمیزترین اعتراضاتی بود که تاکنون داشته ایم، اما مردم هم واقعا خشمگین و بی‌هراس بودند. وی افزود به نظر می‌رسید مردم مصمم هستند که در خیابان بمانند. یکی از معترضان خطاب به مردم گفت از خانه های خود خارج شوید، هر خیابان یک میدان آزادی است. روزنامه گاردین پلیس ضد شورش و لباس شخصی های بسیجی با گاز اشک‌آور به هزاران معترض که مقابل جویانه به تظاهرات پرداخته بودند حمله کردند. معترضان به مناسبت یادبود دو نفر از دموکراسی خواهان که هفته گذشته در اعتراضات ضد حکومتی کشته شدند شرکت کرده بودند. گاردین به نقل از گزارشات افزود این اعتراضات در شهرهای شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد و سنندج نیز با احساسی مشابه پایتخت برگزار شد. بینندگان عزیز، به تصاویر جدیدی از قیام آفرینان در تظاهرات 25 بهمن ماه مردم دلیر ایران که بر روی اینترنت گذاشته شده توجه فرمایید. Thank you.
Lebanon.